دیدم پاهام داره سست میشه. نای تکون خوردن نداشتم. صداهای اطراف داشت کم میشد و احساس میکردم وارد یه محیط دیگه شدم. وقتی از فرشته مرگ شنیدم که آماده شو باید بریم، قشنگ خروج روح از بدنم رو میفهمیدم. انگار جلوی تلویزیون نشسته بودم و داشتم فیلم زندگی خودم رو از همون بچگی تا این لحظه تماشا میکردم. بدنم سرد شده بود و احساس میکردم مرغ دلم هوای پرواز داره. حسم درست بود. سایه عزرائیل بالای سرم سنگینی میکرد که ناگهان مثل یه شمع خاموش شد. قبل از تماشا ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و کانال مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. به نام خدا، سلام. به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. بعد از ظهر بود و تصمیم گرفتم بخشی از کتابم رو بنویسم. کاغذ و قلم رو برداشتم و رفتم نشستم پشت میزم. هنوز بسم الله نگفته بودم که دیدم صدای همهمه میاد و متوجه حرفای اهل خونه نمیشم. با خودم گفتم مثل این که دارن پچ پچ میکنن، اما نه، فضای جدیدی بود و تا حالا تجربهش نکرده بودم. صدای پای ملک الموت رو میشنیدم، قدمهای استوار و کوبنده، و تصمیمی جدی برای قبض روح هم داشت. تا اومدم اعتراض کنم که من حالا جوونم، آرزو دارم، وقت مردنم نیست و کلی کارام مونده، یهو انگار یه صدایی تنین انداز شد که وقتی عجل برسه لحظه‌ای پس و پیش نمیشه. فهمیدم بلیت سفر آخرتم رزرو شده و توفیق رفیق راه شده تا برم پیش خدا. راستشو بخوایی ترسیده بودم. تمام زندگی گذشتم مثل یه فیلم اومد جلوی چشام. حسرت خوردم از عمری که رفته بود و من میتونستم بهتر ازش استفاده کنم. دیدم کم کم خونه شلوغ شد. همه فک و فامیل و دوست و آشنا با خبر شده بودن. اومده بودن تشییع جنازه و کارهای دفن و کفن رو انجام بدن. تابوت رو آوردن و جنازه رو گذاشتن رو تابوت. داشتیم از حیاط خونه که می رفتیم بیرون، با حسرت به در و دیوار خیره شدم و شاید با زبون بی زبونی باهاشون خداحافظی می کردم. وارد خیابون که شدیم دیدم یکی دیگر رو هم دارن تشییع می کنن. روح اون میت داشت بلند بلند داد می زد و التماس می کرد که تو رو خدا منو نبری. اما انگار حرفاش برای بقیه مهم نبود و بهش اهمیتی نمیدادم. یه لحظه به خودم اومدم و یادم افتاد که میت اگه مؤمن باشه تو تشییع میگه منو زود ببرید، و اگه مؤمن نباشه به دست و پا میفته و از تشییع کننده ها میخواد که عجله نکنن. رسیدیم به قبرستون، دیدم قبر منو کندن و خودمو دارن میبرن غسال خونه. هرچی نزدیکتر میشدیم ترس و وحشت منم بیشتر میشد. انگار تا اون لحظه متوجه نبودم که مردم. انگار داغ بودم و هنوز دل از مال و اولاد نکنده بودم. اما چیزایی که خدا تو دنیا برای یاری من داده بود. اما چه فایده که دیگه الان به کارم نمی اومد. چون بعد از اینکه غسلم کردن هر چی نگاه کردم دیدم کفنم جیب نداره. رسیدیم به قبر، دیدم اونجا هم خبری از گاف صندوق نیست. تازه اونجا بود که دو دستی زدم تو سرم. گفتم حاجی دیدی الکی الکی تو هم مردی؟ یادت همیشه فکر میکردی مرگ مال همسایه است؟ یادت فکر میکردی حالا حالا هستی؟ در صورتی که مرگ و میر طفل خردسال و نوجوانای رعنا رو به چشم میدیدی. دلم میخواست داد بزنم و از خدا بخوام برم گردونه تا بتونم جبران کنم. حاصل زیادی نبود، فقط یه فرصت میخواستم. اما یادم اومد خدا قبلا تو آیه 100 سوره مؤمنون تو یه کلمه جوابمو داده و گفته هرگز. تا اومدم اعتراض کنم و بگم چه خدای ظالمی، یکی تو گوشم زمزمه کرد بابا جان مگه آیه 14 و 15 سوره قیامت رو نخوندی؟ تو که خودتو بهتر از بقیه میشناسی. اگه 1000 سالم عمر میکردی همین بودی. راست میگفت، حق با اون بود. وجدانم رو میگم، خیلی بچه صاف و صادقی بود.
همیشه وقتی گناه میکردم به هم گوشزد میکرد، اما گوش شنوایی برای شنیدنش نبود. خلاصه گذاشتنم تو قبر و برام تلقین خوندن. کم کم دیدم هوا داره تاریک میشه. داغ بودم، نمیفهمیدم که دارن سنگ لحد رو میذارن و خاک میریزن. احساس خفگی میکردم، اما ورود نکیر و منکر به قبر با اون چهره وحشتناکشون خفگی رو از یادم برد. صدای قدم‌های اقوام و آشنایان که داشتن از قبر فاصله می‌گرفتن منو بیشتر نگران می‌کرد. به شدت احساس تنهایی می‌کردم که یهو دیدم پسرموم داره برام تلقین سوم می‌خونه. انگار سبک شده بودم. یادم افتاد که تلقین سوم خیلی به میت کمک می‌کنه. اصلاً انگار آب روی آتش بود. نفس راحتی کشیدم و آماده رو در رو شدن با نکیر و منکر شدم. از نماز و روزه و حج و زکات و خلاص عبادات پرسیدن تا اینکه رسیدن به عقایدم. قبل اینکه جواب بدم دیدم یه صدای وحشتناکی فضا رو گرفته. صدای زجه‌های میتی بود که همزمان با من تشییع جنازه کرده بودن. برام جالب بود که سوالاتمون شبیه هم بود. داشتم به این فکر میکردم کجای دنیا امتحانی رو میشه سراغ گرفت که سوالاتش رو از قبل بدن به شرکت کنندگان همون آزمون. علامت سوال بزرگی داشت مغزمو مثل خوره میخورد که چرا با اینکه از قبل سوالات رو میدونیم اما تو جواب دادن لنگ میزنیم. هرچی بیشتر فکر میکردم فقط یه چیز تو ذهنم بود که پر رنگ تر میشد. هجواک صداشو تو گوشم حس میکردم که انگار یکی به هم میگفت عمل عمل عمل. آره، ماها جوابو میدونستیم اما عمل نکرده بودیم. درست مثل بنایی که میدونه باید ماسه و سیمان رو قاطی کنه و ازش ملاتی بسازه که بتونه دیوار رو بچینه، اما رفته یه گوشه خاک بازی میکنه. ما هم سرگرم بازی دنیا بودیم. تو افکار خودم قوطه‌ور بودم که یهو صدای ناله میت کناری منو به خودم آورد. ازش درباره ولایت پرسیده بودن و گفته بودن امامت کیه. بنده خدا تو دنیا شنیده بود که باید ولی داشت. تو قرآن هم خونده بود که هر گروهی رو تو قیامت با امامشون میخونن. ولی هرگز نرفته بود ببینه منظور خدا تو آیه 71 سوره اسراء یا آیه 7 سوره هود چیه. منم مثل خیلی های دیگه فکر میکردم هرچی کمتر بدونم راحت ترم. برای همین هر وقت تو دنیا یه آخوند و روحانی میدیدم یا هر کسی که شبیه اونا بود و قصدش نصیحتم کنه از خدا و پیغمبر بگه، سری بحث رو عوض میکردم تا چیزی نشنوم. فکر میکردم با این کار از بار مسئولیت خودم کم میکنم، اما اینجا بود که فهمیدم وقتی خدا تو آیه 11 سوره قیامت میگه راه فراری نیست یعنی چی. اینجا میگن میدونستی یا نه. اگه بگی آره میدونستم اما عمل نکردم که وای به حاله، اما اگه فکر کنی با زرنگی میگم نه و از زیرش در میرم، کور خوندی. میگن چرا نرفتی دنبالش یاد بگیری. یادم یه بار تو دنیا به یه بچه گفتم بلدی قرآن بخونی؟ گفت آره. وقتی گفتم بخون گفت یادم رفته. باباش هم اونجا بود، سری گفت پس چرا بستنی یادت نمیره؟ اون موقع خندیدم اما زیاد تو باغ نبودم. الان که اینجا هم میفهمم چی گفت. الان میفهمم که تکنولوژی در اختیارمون بود اما به جای اینکه بریم دنبال چیزای مهمی که دنیا و آخرتمون رو آباد میکنه، رفتیم سراغ بازی و سرگرمی و دیدن کلیپ هایی که سر و ته نداشت و عمر ما رو بازیچه خودش کرده بود. تازه اینجا دوزاریم افتاده که یکی از سوالات اصلی قیامت درباره همینه که عمر تو کجا و چطور گذروندی. بگذاریم، نوبت رسید به بحث ولایت و امامت. تنها دلخوشیم این بود که به لطف خدا تو عالم زر عهد ولایت رو پذیرفتم و از این بابت ترسی از نکیر و منکر نداشتم. برگه های پرسش و پاسخ رو مهر و موم کردن و دادن بهم. دیدم از گوشه قبر روزنه باز شد و نسیم خنکی صورتم رو نوازش داد. خدای من، دارم خواب میبینم یا واقعیت؟ من داشتم وارد جایی میشدم مثل همون بهشتی که بارها تو قرآن خونده بودم. درختای سرسبز و نهرهای روون، میوه‌های رنگارنگ و هر چیز خوبی که دل رو جلا میده. تو همین حال که وارد بهشت برزخی میشدم دیدم اون بنده خدایی که تو سوال امامت کیه مردود شده بود داره میره سمت جهنم برزخی. راستشو بخوای دلم به حالش سوخت، چون بارها و بارها باهاشون بحث کرده بودم و آیات ابتدایی سوره نبأ رو بهشون گوشزد کرده بودم. گفته بودم که طبق فرموده اهل بیت
منظور از نبأ عظیم ولایت امیرالمؤمنینه که توش اختلافه. گفته بودم طبق آیه 4 این سوره تو شب اول قبر و طبق آیه 5 همین سوره تو قیامت جایگاه ولایت حضرت علی سلام الله علیه بر همگان معلوم میشه. اما گوش شنوایی نبود. الان که دارم اینا رو براتون روایت میکنم، لحظه ورود من به بهشت برزخیه. کمی استراحت میکنم و ادامه ماجرا رو تو قسمت بعدی تقدیم نگاه گرمتون میکنم. ممنون که تا انتهای این برنامه هم همراه من بودیم. بالا که ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.